تک ماکارون شما را به تماشای این برنامه دعوت می نماید. عرض سلام و ادب میکنیم خدمت همه تماشاچی های این برنامه و با تشکر از همه عزیزایی که تشریف آوردن منزل ما امروز. اینو در شروعش بگم، من همه خانواده‌ام رو یه هفته از فرستادم مسافره، یه وقت فکر نکنیم کسی به من داره کمک میکنه. تلفنم هم که قطعه، هم خونه هم موبایل. خدا وکیلی هم حالا امتیازم ندادی ندادن این دوستان، امتیاز هر چقدر وجدانشون بود بدم، ولی شما شاهدین که من از صبح برو سبزی بگیر بیا پاک کن، کوکب خانم تمیز و پاکیزه هست، من به ایشون یه سور زدم. اگه تونست خدا وکیلی خود کوکب خانم این غذا رو درست کنه، من اسمم میذارم منیجه. اینم از سبزی آش. این آش چون ما از جهت ریشه، یعنی از جهت پدر اردبیلی هستیم، یعنی آذری هستیم، این آش مخصوص دوستان آذربایجانیه، یه جور غذای محلی. حالا پیش غذا اینجا استفاده میشه، یعنی اینجا به عنوان پیش غذا ازش استفاده میکنیم. و حتما دیدین دوغشه که باید حتما دوغ اساسی و محلی باشه، هر دوغی نمیشه. مثلا این دوغایی که تو مغازه یا سوپر هست به درد ما نمیخوره. نخود برنج سبزیش که دیدین، سیرش هم مثلا یک دو ساعت قبل میذاریم خیس میخوره، یه چند تا سیر داخلش و یه سری هم سیر خرد شده به صورت با نعنا داغ به صورت سرخ کرده میاد روی آش. ما یواش یواش میریم دم آتیش. یعنی چی؟ یعنی میذاریم که پیش غذا بپزه. ضمن اینکه غذای اصلیمونم یه جور مندرآوردیه، فسنجون نیست، شکلش شاید شبیه فسنجون باشه، ولی به جای گوشت چرخ کرده ما مرغ میریزیم، رب انار میریزیم و یه جور بابش میگیم مرغ ربی. حالا با ما باشین اگه دوست داشتین، دوست نداشتین بزنین روی استوب دوباره باز با ما باشین. ضمن اینکه بنده دستم رو با نفت شستم، دستکش برای همین دستم نیست، چون یه 5 دقیقه تو بنزین گذاشتم دستم و بعدش هم با نفت قشن شستم. با عرض معذرت به خاطر جرق جروق دمپایی ها. این همون دو هست که اول دیدیم. شاید بعضی از این دوستان علامت سوال بیاد تو ذهنشون که عبدی اصلا وقت داشته آشپزی بره یاد بگیره، یا آشپزی رو چجوری اصلا بلده. من تراشکاری قالب‌سازی خوندم، یعنی فنی درس خوندم، مدرسه حافظ، هنرستان حافظ، تای بازار کفاشا جنب امامزاده زید به نام هنرستان حافظ. زمین که تو بازارم کار میکردم، پرو پسرمو تو آهن فروشی بودم. یادم یه 2-3 سالی رفتم خارج از تهران پیش آقای مهندس قاسم حاج حسینی، کارخونه
تولید پرس باکلیت و قالب باکلیت داشتم. باکلیت مواد اولیه کلید و پلیز و سرپیچ و همه لوازم برقی که وجود داره، اون جنسش در واقع مادهش باکلیته. قدیم از خارج می اومد، ولی به سرعت اول انقلاب پتروشیمی امام، بندر امام تولید کرد و خوشبختانه از واردات اون مواد اولیه باکلیت از خارج راحت شدیم. دست اون موقع ها کم بود، خریدار لوازم برقی برای ساختمون هم زیاد بود، چون تهران شروع کرده بودن به ساخت و ساز شدیدن. من سه سال و نیمی پیش این آقای مهندس یا دم دستگاه تراشکاری بودم یا دم دستگاه مثلا صفحه تراشی. یادم یه دستگاه خیلی بزرگ بود که ما صفحه های پرس رو با جرثقیل می‌بستیم روی دستگاه. بنابراین یه سری کارگر خارجی داشتیم، از بنگلادش داشتیم، از افغانستان داشتیم. یه روز من دیدم وقت نهاری ما خونه می‌بردیم، ما 3-4 نفر بودیم. آقا فرهاد بود، فرهاد شکاری بود دوستم بود، و آقا محمود دوستی، این دوتا هم اومده بودن با ما اونجا کار می‌کردیم. یه روز من نهار دقت کردم در این بند خدا دارن نون بربری با نوشابه میخورن. پیش خودم فکر کردم، گفتم خب اگه یکی غذا برای اینا درست کنه، ضمن اینکه توجه دارین دیگه، دارین میبینین من دارم همه مواد اولیه رو اضافه میکنم، آقا ولی گوشت رو میذاریم 10 دقیقه آخر چون گوشت وا میره. من دیدم این بند خدا دارن نوشابه با بربری میخورن، یه روز مثلا نون و پنیر میخورن. گفتم جریان چیه؟ گفت خب ما آشپزی که بلد نیستیم، غذا هم نمیشه، ما این پول رو باید بفرستیم خارج برای خانوادهمون، نمیشه بریم اینجا چلو کباب بخوریم. چلو کباب هم اول انقلاب بود دیگه، فکر میکنم پرس 20 تومن بود. آقا ما شروع کردیم به آشپزی کردن برای حدود 30 نفر. باور کنین یه ماه برنج شفته، قیمه ای که اصلا شما با میکروسکوپ هم نمیتونستی لپه و گوشتش رو پیدا کنی و سیب زمینی شد، قشنگ شده و حلیم. ولی یواش یواش یاد گرفتیم کی سیب زمینی رو داخل غذا کنیم، کی مثلا گوشتش اضافه کنیم، کی لپهش رو. یواش یواش انقدر با این دوستان، اونا هم کار میکردن گرسنه‌شون میشد، شبا هم خب چیزی نمیخوردن، هرچی ما میذاشیم جلوشون فکر میکردن فرمش همینه. مثلا برنج رو به صورت کیک بود، عشان دستشون بعد خیس میکردن مثل شمالی عزیز و ایلان میچسبید به دستشون. اونم فکر میرم فرمش همینه. یواش یواش که بعدا درست شد، چلو میدادیم اساسی، میگفتن اون خوبه، این خراب شده، این دوندونه نپخته. منوی غذای آقای اکبر عبدی، آش دوغ دوست ندارم، آش رشته زمستونا توی کندوان اونجا خیلی جواب میده، اونو بیشتر دوست. امشب و مهمون آقای عبدی هستیم. آقای عبدی چون آذریه، آش دوغش که میدونم حرف نداره. امشب قراره بریم خونه جناب آقای عبدی. من اون شبم که آقای عبدی تشریف آوردن منزلمون، بهشون گفتم افتخار دادین. الانم که ما رو دعوت کردن، باز باید بگم بهمون افتخار دادن واقعا. پیش غذاشون آش دوغه. ببخشید، آش دوغ من خیلی دوست دارم. به به، ایشالله که خودشون درست میکنن. به نظر من یه هنرپیشه همه کاری باید بلد باشه، چون بالاخره توی صحنه پیش میاد، مثلا زن طرف طلاق گرفته، ما داریم نقشش رو بازی میکنیم، حالا 3 تا هم بچه سرشه، بچه شیرده نه ها، شیر بخور نه، بچه مامونه از آب و گل در اومده، بنابراین باید براشون غذا درست کنه. خب اگه اون هنرپیشه بلد نباشه، بخواد ادای غذا درست کردن در بیاره، کسی قبول نمیکنه که. خود شما قبول میکنین؟ خیارم به نظر من اگر خوب بشورینش، بحث همون ریکا هست، مواد شوینده، به نظر من اگر خوب بشورینش نیاز نیستش که پوستش رو بکنین، چون دیگه بالاخره بعد از 40 سال میدونیم دیگه آقا
بعد از اینکه پوستو بکنی چی هست لای پوست؟ حالا قضاشم مرغ ترشه. مرغ ترشم همه کسایی که اهل طبخ و قضا باشن، اهل آشپزخونه باشن میدونن مرغ ترش یک غذای بسیار بسیار خوب، جذاب، یک غذای خوشمزه هستش که به باب طبع همه ایرانی هستش. غذای اصلی مرغ ترش جواب خوش میده. ولی مرغ ترش نمیدونم، آقای عبدی هم آقای کریمی اینا غذای اصلیشون مرغ ترشه. متاسفانه من مرغ ترش دوست ندارم. غذاهای شمالی چند تاشو دوست دارم، مثل فسنجون، نمیدونم باقلی قطوق، ترشی تره هم دوست دارم. باقلی قطوق دوست دارم، میرزا قاسمی دوست دارم، ولی مرغ ترش رو دوست ندارم. اونم البته حالا باید ببینیم چجوری درست میکنن دیگه. یه حسی که من دارم غذایی رو که دوست ندارم و میخورم. اینجوری نیست که مثلا بگم این غذا رو اصلا نمیخورم. بدترین غذا رو بذارین جلوم دوستم نداشته باشم میخورم. خیلی خوب، میریم سر غذای اصلی یعنی شام. این قبلا روغن و کارگرم نریختم، خودم ریختم. نم اون پیازیه که دیدیم خورد کردیم، همین الان هم دستامو شستم چون دستشویی بودم. در ضمن یکی از کانالا داره مادر نشون میده، ضمن اینکه هم ماه تولدشه هم ماه فوتشه، استاد علی حاتمی. یادی از این استاد عزیز کرده باشیم و استاد عبدالله اسکندری در مقام گیلمور، البته محسن موسوی عزیز و خانم رضوی عزیز اجرا کننده گیلما بودن. طراح گیلم هم استاد اسکندری و جامون هم استاد اسماعیلی حرف زده بود. چون آقای شایسته هم اینجاست، تهیه کننده فیلم مادر، یادی کنیم از استاد مرحوم علی حاتمی، هم ماه تولدش مرداد هم ماه فوتش. اصلا این ویار مادرش وقتی ایشون حامله بوده فکر کنم عسل بوده، بنابراین این بچه از بچگی شیرینه تا الان و بعد. آقای دهنمکی، آدم یاده این میفته یه کسی گنج پیدا کرد، یه آدم بدبخت بی پول یه صاحب گنج شد، پولدار شد، یه شبه پولدار شد. ولی برای اینکه ردگم کنه هنون آرمک. الان میریم سر حساس‌ترین بخشش، اضافه کردن سسمون یا همون مایه که از رب انار طرفای ساوه. البته اینو فکر کنم از سطح کرش خریدم، یعنی جزو انارهای شهر سینک باشه، روستاهای اطراف استان البرز. ضمن این که یه خورده شکر خیلی کم اضافه میکنیم، یه موضوع دیگه به اندازه خیلی خیلی چهار نفر یه ذره کره، به خاطر اینکه خوش عطرش میکنه. رخل ما ایرونی ها غذای خشک و اینا حال نمی کنیم دیگه، هر جوری شده باید چرب و چیل باشه. فاتحه. کاش یکی بود میپرسدیم نیمون نگن سوا سوا بد میگفت. من همه رو شبیه آش شروع کنم کار با هم قاطی کردم، ولی نه همینه، به غیر از این باشه نمیشه. این رو به انار توی مرغ و بقیه مخلفات قول بزنه بهتره دیگه. ها؟ یه چیزی راجع به علی دهی شاید بعضی از دوستان ندونن، ایشون از همشهری ماست دیگه. یه بارم به اتفاق ایشون و آقای رضازاده برای هر سه ما و بزرگوارمون آقای معزنزاده تو اردبیل بزرگداشت گرفته بودن. آقای دایی رو شاید شما ندونین، دانشجو بوده تهران، اول تیم تاکسیرانی بوده، چون درس میخونده و احتمالا کارم میکرده شبا با نور ماه میرفته استودیو تمرین میکرده. هر کسی الکی به جایی نمیرسه، حتما زحمت کشیده. دمش گرم، باز اون انتقاد بکنه
باز اون حقیقت بگوه. حالا یا به خاطر پدرشون مرحوم مطهری بزرگ چیزی بهش نمیگن، یا خودش خیلی جگر داره. احتمالا خودش خیلی جگر داره. دمش گرم. المان تافی میوه مغزدار، محصولات دراژه، تحت لیسانس ترولی آلمان. دسرم ترامیسو. ترامیسو هم خوبه دیگه. من هنوز فرق بین ترامیسو و پشملوا و بعد قهوه ترک و فرانسه و دارک فلان و اینا رو نمیدونم، ولی این تیرامیسو شنیدم اینم یکی از اوناست. شاید که خوشمزه باشه، ولی خب آقای عبدی من میدونم بریم خونشون یه بتره کنی را میندازه. همین که ایشون آدم از نزدیک دائم ببینه خیلی حال میده. تیرامیسو هم دسرش هستش که به فیزیک و قیافه و روح و روان آقای عبدی نمیخوره. حالا اینو کی براش تهیه کرده من نمیدونم کی هستش، ولی اگر دست خود آقای عبدی بود فکر کنم دسرش آبدوغ بود. اما اون چیزی که هستش اگر غذاش یک دهم شیرینی خودش هم داشته باشه این غذا به دل بشینه. دسرم که تیرامیسو، اینم انگار آدم اول آدم فکر میکنه ببخشید دسر شمالیه. تیرامیسو، تیرامیسو هم خیلی دوست دارم. دستشون درد نکنه، امیدوارم خودشون بپزن. من از همین الان ده میدم فکر کنم. امیدوارم تا اینجای آشپزی بنده حوصله‌تون سر نرفته باشه. همونطور که وعده دادم وقتی دم گاز بودم، میریم سر دسرمون ترامیسو، یه دسر ایتالیایی. دستور عملش هم المیرا خانم داده. خب ولی درست کردنش که داریم میبینین دیگه. این خامه بود به مقدار کافی، کلک هم نمیزنیم بگیم از قبل آماده کردیم. اینم پنیر خامه ایه، یادتون باشه پنیر خالی نه، پنیر خامه ای. این دوتا مایه رو خوب هم میزنیم. برای اولین بارم بنده دارم درستش میکنم، خیلی جالبه. چی بشه دسر؟ آها، اونجا گفتم یه خاطره از بابام بگم در ارتباط با شام. این قسمت رو بابا ننه ها خوب یادشونه. حدود 20 سال پیش ما کمبود برق داشتیم، اما الان خدا رو شکر صادر میکنیم. البته اگه کمابی باشه متاسفانه قطعی برق داریم. الان روزی یه ساعت بعضی جاها، کاری نداریم. ولی 20 سال پیش، 25 سال پیش توی شبانه روز توی 24 ساعت سه بار برق قطع شد. هر دفعه دو ساعت، یک ساعت و نیم برق میرفت. یه روز بابای بنده یکی دو تا از رفقاش اومده بودن دیدنش، عد خورده بود به قطعی برق. ما یه همسایه داشتیم روبرومون که افتخار رفاقت باهاشو داریم حدود 35 سال قبل از حتی بازیگری، به نام آقای پازنده. ایشون همسرشون سوسن خانم، شکرم بعد اضافه کنیم، همسرشون سوسن خانم که بابای من بعد از 35 سال هیچ وقت اسم این خانم رو درست نگفت، همش میگفت سوسن خانم. کاری نداریم. بابای ما میبینه برق رفت، بلند میشه میاد در خونه آقای پازنده. اینا آشپزخونهشون رو به کوچه‌مون بود. میبینه خانمش تو آشپزخونه مشغوله با شمعی یا حالا با چراغ دلسوزی داره ظرف میشوره. میزنه به پنجرهشون میگه سوزان خانم. میگه آقا عبدی سوسن. میگه بله من چه میگم، منم میگم همون سوزان خانم دیگه. میگه سوزان خانم. میگه بله آقا عبدی، حالا کارتون چیه؟ میگه برای من رفاقم اومده مهمان، شام داره این خونتون. سوزان خانم چه روش نمیشه بگه مثلا تازه خوردیم دارم ظرفاشو میشورم. میگه آقا عبدی شما بفرمایید من میارم خدمت. بابای ما میاد و بعد یک ساعت، یک ساعت و ربع همین سوسن خانم با یه دیس بزرگ، توجه به اینجا هم دارین دیگه، بیسکویت‌ها رو چیندیم، حالا داریم
مایمون رو روش ماله کشی میکنیم. این سوزن خانم با یه دیس لوبیا پلو، چون بابام گفته بود دو تا از رفیقا مهمانم، یه دیس لوبیا پلو، سالاد، ماست، فلان، زنگو میزنه دیگه. برقم اومده بوده، بابا میاد دم در میگه آقا عبدی ببخشید من روم نشد اونجا بگم شام خوردیم، من شام، ما شام خورده بودیم، برای شما لوبیا پلو درست کردم. یهو میگه سوزن خانم این چیه ورد در خونه ما؟ همسایه‌هاشی ندیدن؟ اکبر آقا اینجا 100 کیلو 100 کیلو برنج میخره، شما آبر حیثیت ما رو بردی، مگه ما گیدایم بعدش خوراک آوردی؟ من شام، میگه خودتون گفتین شام با رفیقام نشستیم. گفت والا اولا که من شام گفتم، شام یعنی همون که چراغ میره روشن میکنن، برنج من نخواستم، ما گیدایم، ما اینقدر خونمون برنج هست. نگو شام رو گفته بوده، شام همون که برق میره به جای چراغ روشن میشه. سالادم چیز گسرم دیگه تقریبا مال کشیش تموم شد. من فکر کنم برم یه دوش بگیرم، بوی غذا بره از تن بدن جونم، آماده شم برای مهمونا. نه کارش درسته، اینجایی که کشیدیم با جای دیگه خیلی فرق کرد، هم تمیز شد هم حالت شفافیت پیدا کرد. کار اتکی دیگه چه میشه کرد؟ سلام علیکم. مخلصم استاد. نه با کفش خواهی. نه. اینا اینجا قدر بیر همسایه فکر می کفش خودشو میبره. خیلی خوش اومدی. قربونت برم. ببخشید. آقا خانوادگی بودا. اونتاش از سر تمرین میای شما. آره. چرا شرمنده کردی؟ خواهش میکنم. بذار من کمک کنم. دست شما درد نکنه. آقا خیلی خیلی دست شما درد نکنه. ببخشید. به به. مولانا. آقا خیلی خوش اومدید. قربان شما. خیلی ممنون. بفرمایید اون بالا. استاد کریمی خستم نباشید، تمرین بودین؟ بله آقا محفظ. اجازه هست همینجاست که جمعه؟ آقا هنوز جریمه تو جریمه این یا بخشیدن تموم شد؟ هنوز تو جریمه، قربان شد. توی این چند شبی که در خدمت شما بودیم واقعا من ایول بودم، دقیق سر ساعت حتی ثانیه. آقا من براتون یه چیزی بیارم، موی تو اینا نیستم. استاد کریمی جریمه تون تموم شد؟ جریمه؟ میتونین یعنی مسابقه دوباره کنید؟ سه هفته دیگه هست. ای؟ دست درد نکنه اکبر. بفهم. دست شما درد نکنه. قابل شما. ببخش من سینی مینی و اینا. خوبیش اینه که اون زمان که دختر بودم سینی اینا میبردم، ولی الان دیگه یه خوری پیر زن شدم. تا اونا بخوام بیان من حسابی خودم پذیرایی. میشوزم خوردی. آقا ببخشی من در واقع کنم فکر کنم خودشه دیگه، هر چی میخواییم بگیم بگیم پشت سر تا اومدن دیگه صلح هاشته. آره. بزه بیارش. آره. آره. ولی من میگم تا نیمده غذا رو بخوریم اکبر آقا. ها؟ غذا رو بخوریم و خودمون دو نفر؟ هرچی مون به اونا میدیم. پس وا نکنم ها؟ بله وا نکن. حالا باز کن بیا توی یه گوشه باشم. چنسان بری در خونه همسایه ها رو بزن. آبر رو ریزی میشه. بیژن شکم مو هم بعد هم بیژن رو نگرانشم. بیدم حالش خوبه. چون گفت با بیژن با هم میاییم. به به من فکرم آقای داوود نجاته. بیژن جون سلام. میگیرم؟ آره آره سلام. خوش اومدی استاد، مخلصم. قربونت برم عزیزم. استاد بابا توی خدا بیامرز عموت، خدا رحمت شون کنه. آقا شرمنده کردی. خواهش میکنم ناقابله. بیژن جان کفش باز کن. نه خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. پس گفت آقای داوود نجات گفت میره دنبال شما با هم میاییم. سلام. سلام آقای کریمی، مخلصم. خوب هستی؟ مشتاق دیدا. استاد کریمی به افتخار شما آوردن گلاب. بیژن جان بفرمایید. خواهش می‌کنم شما بفرمایید. بفرمایید. من اینو بذارمش تو باغچه بیام. بفرمایید. چی می‌گین گلدون؟ آقا با زحمت‌های ما. بیا کوچولو چطوره آقای بنفشه خان؟ خیلی ممنون، دست بوسه. آقا زنده باشی. اکبر آقا خیلی غلیظ بودا. اینم غلیظ بود. الان آب میارم آقا خدمت. گرم نبود؟ نه یخ هست. یخ اونجاست. یخ هست. بیژن جان. خیلی ممنون. اگه غلیظ بود دست شما درد. خودت رقیقش کن. مرسی. اینم عزیزم بیل برای یخ. بدین اصلا آب بریزم برات. دیگه من یخ نه آب میریزم. آب بریزم. دست درد نکنه.
میدونی چقدر به نفع من میشه؟ این سری دوم اکبر آقا که رفتی آب بریزی حداقل 5 نمره داره، حداقل. قربونه شکل دارم، مرسی. آب خالی 5 نمره، غذا رو بیارم لابد 55 میدونی. آب خالی 5 نمره بوده، ببین رضا به ما چیکار کرده که من بهش 0 دادم. ببین چه به روز ما آورد. شانس آوردیم بیمارستان نزدیک خونتون بود. بیچاره شدیم. چرا آقا؟ رضا باز نکنین آقا. میتونم من ببرمش توی اتاق؟ عاشق اینه با اون چیه اپلش لپتاپش با اون بره توی هر جا میبریدش، فقط طرف قضا نبرید. باش باش. بود زرم نمیداره دستش رو. من میگم یالو آقا اومدم دیگه. این از دیشب تاله چی نخورده؟ این فکر میکنه داره ساز میزنه، ول نمیکنه. گیر کرده. گیر کرده. تو که راست میگی. سلام. تو که راست میگی. سلام. قربان. قندتی کار میکنی بزارا؟ بله. اینو خودم درست میکنم. مرگ من. اینم آثار آقای حاتمی برای دو بردن. هر چی میخره میاره میگه من درست. عجب کاری کرده. آقای کریمی اومده؟ نه. من تو اولین نظری. خونتون من درست کردم. خیلی دلم بود. من به یک این شب ها. من نمیام. چرا؟ به قرآن هم بغلش بشینی میدی بیمارستان. نه بابا من قرآن بغلش بشینی میدی بیمارستان. خود آقای کریمی الان بیمارستان نه در خونه شون. جونم به خاطر قضای تو بیا بابا قضای من که 3 شب پیش بوده، شب قبل خب دیگه میگه من 3 شب پیش بوده قضا. بیا خودت میگه قضای من مال 3 شب پیش داره، دیر عمل میکنه. قضای من مال 3 شب پیش بوده. سلام. سلام، مراقب باشید آقا. آقا مرد. گواهی آوردم. قضا رو خورد. گواهی آوردم. به جون خودم. گواهی آوردم. آقا چی گواهی آوردم؟ بابا گفت این از بس خورده فکش خسته شده، بعد با دست چیز کرده فکش گفت. بابا بی خیال آقای کریم، همینه دیگه، همش محروم میشن. ما شربتمون موی تو نیست. موی خودمون نمیخوای. خودم موهیتو میخوام. الان میارم. موهیتو میخوام. موهیتو برای منه. از قبل گذشته بود. دهن نزده است. آره. از قبل چرا دهن زده است؟ خودم بس میگرم. میگم پلان قبلی این بوده. مذارت کنم میارم. آقا چجوری شد؟ چی ریخته بودی تو قضا؟ من شانس آوردم کبدم تازه است، رد کرد. گواهی رو همه دیدن. کی دید؟ همه دیدن. ستاره کبیر. از دل این کبیر هر روز هزاران فرش به جهان صادر میشه. این فرش 65 رج دستباف تبریز نیست، ولی کاملا شبیه. این شاهکار کبیر، محصولی از ستاره کبیر. آقا این سورپریز اول. سلام. بفرمایید. چطوری؟ آقا علی رضا خمسه. ببخشید. چکرشون. ببخشید. رضا تو بوست که نمیشه کرد. چیکار؟ سلام. چطوری؟ خوبی؟ بشینم اونجا، بشینم اونجا. خودت خوب بود، بشین. خیلی خوش اومدین. چطوری؟ سلام. حالت خوبه؟ مخلصم. خسته نباشی. شما خسته نباشی. آقای صالحی چطوره؟ مجید خوبه؟ الحمدلله. من گفتم با اون میای حتما. والا سر کار بودش، در تئاتر تمرین می‌کردم. دیگه حالا سر کار دیگه نیومده دیگه. چی؟ دیگه اونقدر کلاس نداره دیگه. ندیدی اما اکبر چی گفت؟ نه. حالا بعدم میذارم ببینم. تو می‌بینی هر کی هرچی میاره؟ آره. آقا یه بار استاد کریمی، من و ایشون توی سریالی بازی داشتیم به نام بیدار باش. کار آقای احمد کاوری. جدیدن هم پخشش تموم شد. ایشون با من به اتفاق بنده دیر وقت بود، اومدیم مثلا دیر وقت که دم صبح بود، اومدیم خونه ما خوابیدیم. بعد فردا صبحش بعد بریم حالا سر فیلم برداری، هر کاری کردم باور کنین حتی کتکش هم زدم. منم همیشه دیر میرم دیگه. اونا دیدن اکبرم دیدن قبل از امیر نوری اومده. اصلا واقعا نشد، یعنی یه چیز واقعا داره. من فلسطان هایی گفتن تو رو خدا برو فردا هنرور زیاده، اتوبوس هم هنجر دیگه. اصلا که بیاد خونه من منو ببره بیاری. من بدونه این دارم بیاری اصلا تو 8 صبح بیا. من میدم ببینم این چی میخواد بگه. بگه اکبر عبدی بلند نمیشد، من دیر کردم. یه مثلا چی بود من کردی که تو زودتر اومدی؟ این چی گفت؟ گفت منظره آقای عبدی اینا شومینه شون ترمکو بینا نمیشته، اینا شیر اتوماتیک نداشت، گاز منو گرفته بود. نه اومده بیدارم کردن. گفتم یعنی بهانه ای که من هنوز 2 سال دارم استفاده میکنم. گفتم دیدم همه معطل منن، گفتم گاز گرفته بود منو.
گفتش آره گاز گرفته بود دیگه. تو مینی بوت زده بود افتادی وسط خونه با لگد کنم هیچ چیزیش نمیندازه. بعدم دور از جونش دور از جونش انگام اصلا یه خاور زده بهش یه غری. وای نگو اما نگو سر یه کار من با یه هفته شما گاز گرفتی؟ نه من بشکون میگیرم معمولا. ولی انقدر دلیل قشنگی گفت همه هم باور کردم مثلا به من کمک کرد. نه بعد عمو اکبر گفتش که آره گاز گرفته دیگه گاز گرفته. رفتم بوسش کنم گفتم عمو خونه شماست. گفت آره آقا این ترموکوبلش خرابه. یعنی سریع قبول کردم افردش استفاده کنم. ببینی یه دفعه ما دوتا خاطره عین هم دیگه یعنی پشت سر هم گاز گرفتگی؟ نه تو ماشین نشسته بودیم با امیر جعفری بعد این عقب من نشسته بودم این دوتا جلو بعد داشتن آهنگ میخوندن نه تو ماشین امیر تو ماشین من بودیم داشت میرفتیم آره. بیلیارد آره بعد اینا داشتن با هم یه شعر میخوندن شعره چی بود؟ تو بودی تمام حلخی و مرخی و تمام قصه من تو بودی خنگ سبودم خودم خود یه آهنگی حفظ کنین انقدر سین نداشته شعرینه هیچ آهنگی تو اینم انقدر سین نداره مثل یه خواننده داریم خدا لعنتش کنه این همه ریار رو له میگه سلباز ایلان هر کم میخونه توش ری زیاد داره بعد منو انداختم پایین چون که خیلی اون موقع تلویزیونی بودن بعد من میبردم ایشون توی شهر از بیلبوردهایی که عکسم زده بود سینمایی بود رد میکردم هرس خوردن منو انداختن هنرمند کوچیک هی میگفت من هنرمندم میگفتیم چرا تو هنرمندی؟ میگو من از بچگی فیلم سینمایی بازی کردم بودم قبولی فیلم بابای آدم که قبول نیستش که من اصلا بابام را رنده شرکت واحد بود از 7 سالگی بلیط پاره میکردم نمیتونه سابقه کار حساب نمیشه قبول نیست میگو بابا من به من احترام من هنرمند سینما بعد بارو میور زیر بیلبوردهای فیلمای باباش که خودش بازی کرده بود داد میزد یه دفعه با امیر چپ کردیم 7 ملق زدیم با ماشین چرا آقا رضا استعداد عجیبی داره اتوبان صافو داشت 190 تا میرفت فلک اون موقع کنترل سرعت نبود البته خلاف محسوب نمیشد بعد حالا این از زبون خودش میگه بعد من از زبون خودم به جان خودم آقا یکی هنرات خودت تعریف من تا حالا دروغ بنده خدا رو فرستادی بالا فریز شد از من دروغ شنیدی تا حالا خیلی آقا به جان خودم منو نگاه کردش همینجوری هی دنده داد اینا سر پایینی رو بعد دستش هم اینجوری انداخته که رو فرمون 206 تازه مثلا 206 ماشین خوبی بود دیگه خیلی وقت پیش بعد دستش هم رو فرمون بود 206 بود؟ بله من فکر کنم میگه 206 خب بعد اتوبان بازی کرد اینجوری شد ماشین اینجوری شد یا این منو نگاه کرد یه لبخند زد کشید دستی رو بالا فرمون رو چرخوند به مرگ خودم بگم به مرگ خودم ببین ماشین یه دور چرخید پسنده میمیره میگه به مرگ خودم خب این داره قسم چرخ دوم پشت ماشین خورد تو گاردریل آقا پروندهش هست 2,200,000 سال 82-83 این پول گاردریل داد یعنی تقریبا 3 کیلومتر رو عوض کرده ماشین 206 رو که 15 میلیون روش لوازم انداخته بود شما 26 میلیون فروخ 3 میلیون تومن ببین آینه هاش مونده بود فقط شما گوش کن دو سه تا مورد بود خوش شما من اکبر آقا اینطوری که برم نه مرسی این 200 تاش افتاده فقط 6ش مونده میگم که ماشین 206 آقا هفته پیشش جدن با این صورت حالا میخوای نگی هفته پیششو هفته پیششو میخوای نگی دستی رو نگو هفته پیشش دستی نکشیدم نکشیده آقا هفته پیشش یه اتفاق بدی براش افتاد خب نه قربون که حالش خیلی بد بود اومد پیش ما شروع کرد گریه زاری و اینا گفتم برو من باید برم سر فیلم برداری گفت بعد خودت منو برسونی دروغ میگه گفتم برو بذار آژانس بگیرم بری گفت نه به خدا نمیتونم یه لحظه از جلاتم گفتم بیا بری چرا من نمیتونم حتی جدا شم بابا سوار ماشینش کردم ورداشتم بردمش تو اتوبان یادگار ما دیگه حالا بگذاریم یه سری از یه پژو 405 ما رو شناخته بود و تشو بود چی شد دارم برای خودم یه سندلی جمع جور میارم بابا بیژن چی کار داری بیشه بیژن نه بابا بریم علی علی جون مرسی اخویه بنده علی عبدی متشکر بیا بیا سلام علیکم دیده بشی شبیه علی داییه نه متشکرم آقای علی دایی افتخار فوتبال ایران قربونه تو برم مرسی از پایجازه استاد کریمی من اول افتخار آشنایی داشتیم بیژن نشناخت گفتم شما
گفت شما ما را هم نشناخت. گفتم شما هنرپیشه‌ای که نمی‌شناسی، ورزشکارا. گفتم شما مریخ تشریف داشتی. وقتی آدم برادر اکبر عبدی باشه دیگه کسی رو نمی‌شناسه. دیگه باید هنرپیشه‌ای بشناسی. فقط ظرف رو توجه کن، از زمان اشکانیان من میگردم خشایارش. حالا بگو میراث فرنگی بیاد در خونه رو پلان کنه. میراث میگه نه ما رو همین الان این چی کار میکنه اینجا آقای عبدی؟ مهمان ناخوانده. این کارو بکش برام همین. بکش بفرمایید. از همه کوچیک‌تر آقای نوری، امشب بعد به افتخار بدی سورپرایز کنی هممونو، بخونی یه دونه آهنگی که بگیم آقای نوری میخواد آلبوم بده بیرون، بریز دیگه. واسه کی؟ من بزرگتر، من میگن کوچیکتر که دست رو قبل نه. برو برای خودت. چه هم بزنم؟ من خوابیدم. برو برای خودت. نه اصلا چشم برده بیا. همینجوری؟ یا علی. چرا همه زدی؟ چرا نقاشی رو شما هم بگیم؟ از زیرش میبرم داشتی؟ اما این کار کمه. خیلی میشه یه دونه اینا رو جلوی ما این کار کنی؟ اکبر آقا. آقا هست که خب دست رو کاغذی که مسئله این من که نمیتونم برم دست رو کنم تو بولید کنم. آخ علنگوی آبجی اینجا جا هم بودیم. یه دونه مرسی دست شما نکنه. خیلی دست حلقه کم رو بردیم علنگوی. آقا میخوری آشدو؟ نه با خودم میدونم چیه دیگه چیه نه اکبر آقا یه ذره بزن اگر اینو خوبیشینه بیمارستان آقایی کردی اینو بلدی. آقا بزنین اول من و امیر نوره میخورم، اگر طور نشدیم شما بخورید. نه برای شبای بعد نیاز داریم. فامیل سجاد که از خارج اومده برای گولری، از شهرش هم راحت میشیم. آها اون فامیلشون کو اون بیاد بخوره اول. چرا نه آقا خانومشون درست جوونه میدونه اون جوونه معده‌اش تحمل میکنه. نکشیدی برای آقای عبدی؟ یه ذره ریختم فقط تیست کنن. نگاه کن وقت من اینو دعوت کردم خونم نگفتی با زرزری من ببینم که اون چیه؟ اینگاه بگوارم برای بلبل هم انقدر نمیریزم. چه بریزی خونه منی بود؟ خب میکنه خونه خواهشونه داره خودش میریزم. اینگاه پول ندم بشستم دو هزار میریزم. بفهم گفتم غذای دیگر هم بخورید ببینید چی بختم. ضمن اینکه حالا دوستان این برادرهای من در واقع این خانواده من، ولی من با شما یه خونه رو درواسی دارم به دلیل احترام، به خاطر بزرگتر بودن و به خاطر در واقع همه چی. من از شما عذرخواهی میکنم به خوبی غذای شما نمیشه و نخواهد شد، ولی میدونم که میدونم که هیچی از عذرخواهی من کم نمیشه. من البته واقعا درست گفتم شب روز اول جلوی دوربین گفتم مسابقه تموم شد تو شب اول. مگه تو خودت پخته بودی؟ هممون کسایی دیگه پخته بودی. واقعا نکنم زنده بمونیم. میشه واقعا نه فکر نمی کنم زنده بمونیم. گفت تموم شد مسابقه. تموم شد یعنی منظورت این که رفتن دیگه اینا دیگه نه؟ آره اینه؟ خونه آقای کریمی شام خوردیم اومدیم پایین بیژن رفت بیمارستان. آره از بس خورد دم در خونه ها. واقعا به قران بس همین آره؟ هر جا خونه بگیره همونجا بیمارستان میزنه. دکتر گفت فکش قفل کرده از بس چویده. نه گفت چی خورده؟ من آمپول همونو تزریق کنم، دوای همونو تجویز کنم. فکش بس خورده بود. گفتیم والله اگه ما میدونستیم چی خوردیم که میگفتیم. خودمون نمیدونیم چی خوردیم. چی به خوردمون دادن؟ چی بوده شام؟ ها؟ بگو چی نبود؟ مغزمون هم اثر گذاشته، یادمون رفته الان. قاطی کردیم و سرنا میدونه اون شب چیه دیگه از بس؟ نه، غذای خونه رضا رو میگه بد بوده. باقالا قاطق و دلمه. نه من ولی واقعا پلم شده بود. خیلی وقت رضا رو میشناسم، به جز کنسرو من چیزی خونه‌شون نخوردم. بلد خوب بود. زمانی که تازه مجرد بود، الان که دیگه متأهل شده که دیگه هیچ چی دیگه. نابود شده. ببین کنسرو چیز داریم باقالا قاطق و گوش. آره داریم آقا. نه جون من داریم. به خدا داریم. اگه داریم کنسرو بوده. والا داریم. به قول بابای من. نه امروزم اینو دیگه امروزم قسم میخواد که یه دونه بخوره. آقا نون نمیخواست. شاید غذای اون شام اصلی رو میگم که نمیدونم چی. عرض میپرسم الان. اون کم بیاد با نون نمیخواییم بخواییم سیر چیم؟
نه ردیفه بیارم ما دیدیم کدوم بیارم غذای اصلی رو همین بیام کمک نه من یه پشت صحنه گرفتم که تا اونجا اومدیم اگه بیایی میگن مثلا ایشون هم شرکت داشته آها نه نه میگن از امتیاز هم کم میشه میخوای من امتیاز هم تمشه از غذا اینجا روزه خانوما روزه داشتن؟ نه سفره بود سفره بوده نظر داشتم میگم تا رفتیم بیام به نیت فکر کنم 10 نفر تو آشپزخونه داشتم خدا رو شکر این غذایی که من میخوام بدم جزء غذای سفره ای یا نظری نیست قیمه یا عدس پلو اینا نیست یک غذایی که تا حالا هیچ جا نخوردم خدا رو 3000 مزه بشو رستوران هیچ رستورانی هم نمیپذیرتش غذای مکسیکوسیتیه بفرمایید یالا چیکن رامبران یعنی فسنجون یعنی مرغ رامبران قهوه‌ای همینه نه فسنجون تاش نمی‌دونستم با کفتر می‌کشن یا با ملاقه هر دوتا شو بردم چون تا حالا نکشیدم که چرا دروغ بگم فقط درست کردیم درست کردیم من فقط درست کسی دیگه نمیشه من میکشم بفرم نه جوونه یه آدم وارد بس بکشه بذار خودم باشه آقای عبدی اینه اردومو زیاد غذا نخوریم بله شات میکنه آقا به ابروهای من گیر میدیم واقعا دمتون گرم ابروشو با سیبیلش عوض کردم میدونی که پول میره سرمونی پول دو تا سرمونی چون هم موهاشو هم ابروهاشو قشنگ یه تایم میکشه خودشون دوتا هدبنده به من میگن ابرو نگاه کن وسطش دراره بله ابروش میتونه به جای سیبیلم استفاده کنه آقا خدایش نگاه کن بعدم شیرینه به هر کسی هم نمیاد آدم آقا شما میگی شیرین به منم میگی شیرین شما شیرین شما رو بر مبنای مزه میگی واقعا به رضا گفتی شیرین آقا دهنم درد بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید به رضا گفتین شیرین بله بچا این آلو هم داره ها یعنی اون بخش هم رعایت کنه رو همو بکشه بله بله ببین چجوری من مرغ رو خود کردم اگه کسی تونست پای مرغ رو پیدا کنه جایزه میدم بهش دست پختتون عالیه جون من دستش درد نکنه خودم میگم دستم درد نکنه یه دهنم اشتباهی میپره چیزی از ارزش های من نمیشه اگه بشه خیلی نامردیه به دولا جونه های کرمی نه به اوقع خدا 18 رو بعد بدیم دیگه آیا نه من خودم میدونم چی پاک کردم نمیخوام تمیز شستم همینه همین با ریکا اول شستم بله بعد دو دست لیف زدم درسته شما ندیدین تو فیلمش هست ببینین الان وقتی سبزی میشورم عین کوکب خانم میشورم کوکب خانم زن پاکیزه بود تمیزی هست به جان خودم اول با ریکا میشورم بعد قشنگ سنگ پا و روشور و اینا سبزیش فافریشه اگر بیمار بشین از سبزی نیست حتما یه چیزی تو غذا هست مال منو نمیگم مال کسایی نمیگم مال شبای قبل بله بیمارستانم خدا رو شکر هم سبن سختگی نزدیکه هم کلیت دستازین هست اینجا هاشمی نجات هست همه چی اینجا نزدیکه تلویزیون هم نزدیکه اگه بخواییم برین غذا بد بود انتقاد کنین نزم امیر نوری تو دعوت خیلی دعوت نیستی یه خود ملاقات باش غذا کم نیاد برای نگه از میخوام بدن ماشاءالله بشخابش رو پاش بیفته پاش میشنه بچه تحدید موافقی؟ آخه رستورانی یه بس ببخش مذارم نه اما تحدید واقعا نداری؟ خدا الان رستورانی بسته هست یک کنیم اینا بخار پرد جنونی بخار پرد نداره داد میزنی برین تو خودم پختم نه اینکه رستوران رو برده باشم میگم یعنی اگه تحدید بخواهیم بعد بریم همونجا بگیریم چون برین تو خودم اینو من میخورم همینه هم آش دوغ میخوری هم دوغ خالی میخوری چی کار کنم خب بله موتورشوی اتک به راحتی موتور از گرد و غبار چربی ها پاک میکنه و هیچ آسیبی به سیستم برقی خودرو نمیرسونه کافیه موتورشوی اتک رو روی سطح موتور رینگ سپرها و یا حتی سطح موتورسیکلت بریزید و پس از کمی مکس با دستمال محل رو پاک کنید برای لکه‌های قدیمی‌تر این عمل رو تکرار می‌کنید. همونطور که می‌بینید محل مورد نظر مثل روز اولش شد. ضمن اینکه یک لایه محافظ هم به اون اضافه شده. واسه همینه که میگن هر اتک رو بهر کاری ساختن. اتک پاک کننده یه تک. Thank you.
شروع میکنیم برنامه موزیک آذری رو انشالله از همین دقیقه تا ساعت ده بامداد در خدمتتون هستیم. الان ساعت 8 شب. الان گفتن یه نفر فوت کرد باید برم. همین الان. معمولا این ساعت کسی فوت نمیکنه. فکر دارم ما باور میکنیم. پس یکی متولد شد. صبح میمیرن یا همون سر شب درسته؟ بله. وسطش کسی نمیمیره که. اون خوابه فکر میکنم فوت کرده. خب من برم ببینم فوت کرده یا نه. خودمون میریم ببینیم. تو بشین ما برات خبر میارم. اما اشتر یکی رو میگفتی که به یادش بزنیم. آفرین به روحش انشالله به روحش برسه. آقا نمارده فهمیدم برو مارده چرا نمارده دوست. نه این تیره مناسوه ایتالیایی دستبخت خودم هست از ارزش هم خواهش میکنم کم نمی کنو دست شما نکنه بزرگ کوچیکم داره این کوچیک مال من کوچیک بده به من جان کوچیک بده به من نه کوچیک مال خودم نه کوچیک دونم کجایی این تیرانسو اینا رو ببین اون کنارش یه چیزی هستش مثل کرمه تره بشقاب نیست اونا هم خورده میشه بله کجاییه تیرمناسو مال طرفای آذربایجان همون بربریه با یه دونه هم آقا جان دست شما در نکنه به بزرگرم نه اون دهنیه اینی بگیم بابا دیزم بوده چنگال بیا بیا بابا چقدر بی تربیته این پنجگاه چقدر بی تربیته یه همون میگه و هرچی دلش میخواد میگه سینیشی نمیخوری؟ میبره کافه کلاسیک نه کافه کلاسیک داریم با خیلی نصف کافی نصف کافی هم داریم اینا سرامیکه اینا قشنگ تابلو اولین بار بیسکویت نیست چای میاره سرامیک این چقدر زیاده اینا رو بافتم خودم همه کارشونو که بزنم همه کارا کارای خودم فقط لیوانشو خریدیم دیدی؟ آره سینیش هم زیر موتور پراید میخوره روغن نریزه جایی خودم دارم رضا بردار دیگه خب یه ساعت دستشون کار هواست اگه مراسم خواستگاری من بود من الان بچه دار شدم ورده دیگه نمیخوره رضا نمیخوره بچه هم میرفت دانشگاه همه چایی رو برناشت نمیخوره رضا بچه ها اینا رو وا کردم ها نخش و کفرش رو وا کردم میبارو نه دیگه اما خب باز یه دونش رو برداریم بقیش میریزه نه نه از یه جایی بگیم من خودم بهتون بدم دست شما درد نکنم چند نفرم تو اتاق درگین شدم با یه دونه چایش گلبونت من با همین نلبکش میکنم نده بهش نده این نلبکش یه بند آخو میخواد گلبونت خب مطمئنم همه امتیازهای شما ده اگر هم هش بود رضا تو لطف کن آقای امیرنوری تو لطف کن بقیهش بذار رو شما راه شد که بشه همش چهل خورد آقا الان تیزر امروز مثل که زمان چیزم هست برنده شدن و دادن جایزه و درسته بعد بگیم به حکم گره چه چیزی هم از ارزش‌های شما چند روشه میریم به آقای عبدی چون بزرگتره بالاخره من دوتا ببعی نست کردم اسم من در بیار چرا؟ چی چرا؟ دو تا بابایی؟ بله صاحب بابایی هم یعنی سوپونا هم نصب کنی نمیشه چون تو شرکت نداری بله تو افتخاری هستی مهمون افتخاری خودم شما پولت هم گرفتی قبلا بعد پول شما هم بدید پولت هم قبلا گرفتی هیچی هم تعریف نکرد از غذا فقط خورد گفت اگه حرف بزنم وقت تلف میشه یعنی میدونی دهنم به اون سمت من مشغول میشه
آقا من تعریف نکردم، همه امتیازا رو دادن دیگه. الان حداقل بعد از خاطره که استاد کریمی تعریف کرد اون آهنگ رو بخون، اون سروده رو بخون. میخونم چشم دیگه بخونه. حرکات موزون هم نمیذاریم. بله چشم. اون آقا هم خوش در نمیاد. بعد از خاطره گفتن خب حالا شما اول بخونید بعد آقای کریمی خاطره بخونید. یه خورده ترمنسا رو بخوریم ببینیم اگه خوشمزه است. بخون دیگه آقای کرخونی جانا، بریم سراغ خاطر آقای کریمی اگه نمیخوای بخونی. بله هرچی من میخونم، هرچی هنرنمایی نکنی این قضیه لو میدونم. آقای کریمی شک کرده دیگه. این آقا یه دونه تولی تمام اصلی مصری راستی من بود که آقا رضا خون، اون یکیاش هم که غیر قابل پخشه. همون تو بود یه بخون بخون چراغا رو کم کنی سوت میذاریم اون قسمت که بعدش هم اینجوری نیست که من تنها بخونم، من دو تا دیگه دوستای عزیزم باید باشن با هم هم صدایی کنم. آره جعفری بکنم مثل اون بر آبیا چند تا از این بچه های دانشجو باید بیان این ور اونورش. نه نه اینا یه مشکلیه که مادرزادی زبونشون نه دهنشون گنده تره، جا نمیشه باید کلیم میزنه. راست میگه الان داشت صحبت بکرد دقت بکنه راحت صحبت بکرد. چجوری بس؟ الان ناراحت صحبت دست خودته. بگو 333 333 تست. نه اینجوری نگو، وسط دهنتو بگو. 333 دهنتو واقع اینجوری نکن. 333 333 نکن دندونی چه به هم معمولی بگو. معمولی چی الان بد میگم؟ خب آقای کریمی اون جام جهانی اون مربیه کارلوس آلبرتو کارلوس کینجریش رو منزلشون اومدیم خودم اجازه میدین آقا؟ خواهش اکبر آقا دیگر شما رو بدم. مسابقات 1993 منامه بحرین جام باشگاه‌های آسیا، تیم پاس فینال داشتیم با الشباب عربستان. مربی تیم الشباب عربستان کارلوس آلبرتو پیریرا بود، قهرمان دو جام جهانی. از چه ملایه میشه؟ من همین در مربی بودم. یه دونه از این اینا ساکت، اینا اسمش چیه که پزشکا دارن برمیگردونن می‌نویسن؟ قوشی. نه نه نه، از اینا که آلومینیومی برمیگردن می‌نویسن روش می‌نویسن. نمیدونم اسمش چیه، از اینا که برمیگردونن می‌نوشتن. دو دقیقه از پنج دقیقه از بازی می‌گذشت از همه طرف حمله می‌کردن به تیر دروازه بهزاد غلامپور تک به تک، به تیر دروازه بهزاد غلامپور تک به تک. دوربین میرفت رو مربی اونا، سرپرست ما هم نشسته بود بغل دست ما، از پشت این فقط کارلوس آلبرتو رو میدیدم، به بازی هم کار نداشتم تحت تاثیر شخصیت اون. دوربین میرفت اون پاش اونجوری انداخته بود رو هم دیگه، دو سه تا انگلیسی یادداشت میکرد، میامدن حمله میکردن همه جانبه رو دروازه ما. دوربین میامد طرف ما، اینم میگفت دوربین داره میاد، حالا من باید میرفتم جلو. یه دونه دفتر سیمی داشتیم سبز بود که مخارج توش می‌نوشتیم، دفتر اونم باید جواب میداد. سینه که قسطی جنس می‌فروختن قدیمی. به جایی که مثلا دفتر این بر باز کنم، دفتر سیمی رو گرفتم از این بر باز کردم، منم از این بر شروع کردم، یعنی مثل اونم خارجی می‌نوشتم. آره اومد طرف من، دوربین اومد مال اون رو نشون میداد، بعدن تو فیلم دیدیم. ما اینجوری برمیگردیم، یعنی نره به کال سال به تو یاد بده. اون میامد لب خط یه سوت میزد، کاپیتانش تو صدا میکرد، میگفت مثلا برید از کنارها تیز بریزید، این دو نفر هم تو عمق هم دیگه باشن. میگن کنارها تیز بریزن دوتا، من غلط نبودم. نمیدونی چی داره میگه. من لب خط، منم رفتم واشتادم لب خط که این نیاد تو صورتم میگیره. سنگینی من داده بودم جلو، از اینجا میگیره. گفتم فرهاد تکون نمیخورد؟ گفت بله. گفتم فرهاد؟ گفت بله آقا. گفتم فرهاد میگفتش که بچه ها آقا فیروز میگه تیک تیک تیکشون کنید. گفتم ریختن عربا رو دی بزن کار. گفتم همه اخراج؟ گفتم زرد گفتم یارا اینجا بزن همینه. بقلم نگاه میکردم نرفته بود اینجا بزن آفری میرفت اون بر ما نگاه میکردیم ببینیم عربا دیدن سه نفر رو بریم اون حمله میکردن تک به تک ده تا، دو مرتبه اون بلند میشد میامد میگفتش که دو حمله کنه. رمز داشتن
دوربین میام از اومن از شما بلند کرده بود دیگه؟ آره من دوست دیده بود از نه شما میومدیم یا بلفت دوربین اومده بیدن لب خط سنگینی میدادم از اینجا میگرفت مال اون تو صورتش بود مال من از پشت گفتم مندون شده میگی فرهاد گوشام اصلا گفت چپ گفت سه دم چپ یادم افتاد از سه تم هم تابستون گرم بود گفت سه تم با یخ بوده دیگه سه تم گفت یهو نگاه کردم بعد 5 دقیقه یارو رفته بود تیممون شده 4 تیکه 4 گوشه زمین واسه اونا میکوبم به تیر دروازه گفت اوکی اون گفتش که اوتو اون کار روزه رفته اوتو نن یه دونه پیشگو این پیشگو ببینه این چی بوده اون گفت اوتو که میخواست بنده ساکت اونجا بازیکن ما بود اوتو نمیذاشتن ما بگیریم اوتو خودمونو مینداختیم اینقدر قوی بودن نمیذاشتن اوتو خودمون بگیریم میگفت اوتو که اومدم میگیرم میگفت من چی؟ یعنی اوتو هم بگیرید ازشون حتی با دستم نتونم به هم بگیرید منم نمیدونستم اینجوری میکرد گفتم که فرهاد این روی تقاطع نمی کنه روی این چیزه؟ میکروفون گفتم فرهاد گفت بچه آقا فیروز میگه سینه بزنید ده تا به تیر دروازه به این ور بود به این ور بود نیمه شد اومدیم بیرون گفت آفرزی گفتم بابا من ادایی رو در میوردم کار خودتو میبکنیم من نمیستم یارو چی میگم بازیو میتونستم ببرن خودتون یه کار صد تا به تیر زدن صد تا به تیر دروازه بود تیر دروازه رو آقا میوردم هر شاید میکردیم با استعداد بود میتونستم مشابه به خود یه ما تو ایران روش کار میکردم آفیرون میتونید خود دروازه بام باشه اندازه کل تیممون ارزش داشت خود دروازه بام باشه بهترین بازی کنید اون بازی هم خود تیر چپی بود تیر دروازه بهترین بازی کنید بهزاد غلامپور شد گلره بود خب به خاطر تیر دروازه به خاطر اینکه کارگر تک گرفت نه کارگر آخر سر دیگه میشه سن توی دروازه نمیره چیکار کنیم دو تا کارگر داشت یکی اینور یکی اونور تیر دروازه بالاخره همون بازی رو بگو همون بازی رو بردن 15 سال داره مطالعه میکنه حرکات چی بوده داشته به تیر حالا بعد این خاطره رو از زمان کارلوس یکی چی بود بردی؟ نه بابا آره دیگه الان چه زیر رفتیم جام جهانی با بیگاه دوست کارلوس دنبالی شونه جام جهانی چیه باشگاه آسیا بود میدونم نه میگه بردین با تعجب بگم همین جوری من که من بردی اون دفتر سبزم که اون مینوشت انگلیسی مینوشت ما دفتر سبزی که خودمون بود که اینجوری باید مینوشتیم استرس خودکار گرفته بودم یا زهرا گل گل یا زهرا گل گل اون اومد نگاه کنه دیدیم 30 جا سوراخ سوراخ کردیم اینجوری برگردون دیدیم امشب خیلی به من خوش گذشت یک شب فراموش نشدنی شد برام افتخار نصیبم شد که خونه آقای عبدی دعوت شدم و خیلی لذت بردم و حالا میریم سراغ امتیازا از چهات به خدمتون که آقای عبدی پیش غذا به ما آش دوغ دادن خیلی آش دوغشون خوشمزه بود من خیلی دوست داشتم آش دوغ آخرین باری که خوردم یادم نمیاد خیلی وقت پیش بود نمیدونم کجاییه ولی خوشمزه بود امیدوارم که خودشون درست کرده باشن غذای اصلی هم که توی منو به ما گفتن مرغ ترش ولی مرغ ترش این نبود من رگ رشتی دارم پدر و مادر مادرم رشتی هستن اگه شما ملاحظه کنید این بینی رو کاملا متوجه میشید که حرفم درسته میخواستم یه مدتی عمل کنم اینجوری شه خوب میاد به ولی دیگه فعلا انجام ندادم ایشالله در آینده اینو عمل میکنم اینجوری شه از رو به رو ببینید این بچی یه خودم کلم پخه اینو نشون دهنده اینه که من یک رگ رشتی قوی دارم بعد این در صورت مرغ ترش نبود مرغ ترش اصلا سبزه
یه سبزیایی داره، سبزیای شمالی رشتی داره با لپا، لپه زرد، نگاه مثلا لپه رنگ دیگه ای هم داریم، همه لپه ها زرده دیگه، با مرغ درست میکنن، خیلی هم خوشمزه است. البته من زیاد دوست ندارم مرغ ترش، کلا غذاهای ترش زیاد دوست ندارم، ولی این غذای آقای عبدی که حتی امشب خودشون گفتن مرغ رب، رب مرغ، یه همچین چیزی بود، نیم مرغ، بهار کامل، ولی خوشمزه بود، شبیه فسنجون بود، من خیلی دوست داشتم، همچین ملس بود، ترش و شیرین قاطی بود، مرغ ترش نبود ولی مرغ رب بود، رب انارینا، ولی خوشمزه بود، شبیه فسنجون بود. دسرم که تیرامیسو، اینم یک دسر شمالیه، تیرامیسو دیدی میگن تیفده، تیبلا، تیبلامیسر، تیرامیسو، اینم یک دسر رشتیه که من خیلی دوست داشتم، خیلی خوب درست کرده بودن، عالی بود. من امتیازی که برای آقای عبدی در نظر گرفتم دوست داشتم به ایشون 20 بدم، ولی چون که 10 امتیاز بیشتر نیست 10 میدم. امیدوارم که آقای عبدی از این امتیاز راضی باشن. همین دیگه، بازم متشکرم آقای عبدی که منو دعوت کردین، اومدیم خونتون، مزاحمتون شدیم. دیدین چی شد دیگه، واقعا خوش گذشت. آقای عبدی سنگ تموم گذاشت. من گفته بودم از قبلم که آقای عبدی دهم کاش که 100 بود، کاش که 1000 بود. انقدر من از بچگی تحت تاثیر ایشون بودم، انقدر با فیلمای ایشون زندگی کردم، از این حرفا دیگه، کلی از این حرفا، و اینکه خودشم واقعا من دوستش دارم، واقعا آقای عبدی دوست دارم. امشب هم مثلا انگار نه انگار که مثلا ما جوونیم، خیلی راحت این چیزا بین بازیگرا کمه، این راحتی و این صمیمیت یه خورده تو این تفاوت سنی ها کمه، ولی خب آقای عبدی استاد شکوندن این فضا هاست و واقعا خوش گذشت. قضاشون هم که اگه خودشون درست کرده باشن، که من بعیدم نمیدونم که خودش درست کرده باشه، مثلا برای آقای کریمی مطمئنم خودش درست نکرده، ولی برای آقای عبدی و پنجا و پنجا علی خانومش، هر چی خیلی خوشمزه بود، خیلی خوشمزه بود، و من 100% 10 و به هشوار عبدی میدم که اصلا ما رو خونش را داد. یعنی الان هر چی قدم بگین اه اه این چقدر اینجوری چقدر تعریف میکنه اینا، نداریم. 10. شب آخر به رسم شبای گذشته باید ما نمره آقای عبدی رو بدیم. البته آقای عبدی نمره خودش 20. نه شما قراره، شما این نیست جایزه ها، لای اینه، توی اینه، توی مشخصه. از من خواهش کرد آقای، البته خواهش کرد، دستور داد آقای شایسته که بدم به شما، از شما خواهش کنم، شما به خدا خود بدم به شما. نه چون صداش میدونی قبلا گوینده شبکه خارجی بود، تلفن میزنم جواب صحیح رو بدم، ایشون برکت موزون جواب صحیح رو میدن. نه عزیزم میریم تلفن بعدی چی؟ سوس؟ نه غلطه، خیلی قشنگ بود، هم برنامه آموزشی بود، هم سرگرم کننده بود، هم ممنوع کاری بود. خدا خیلی قشنگ بود. آقای مدیری داد کامل دستمزد تو یا طلب داری؟ بله من گرفت. آخیم چرا چکار رفیقشه دیگه، آبر ریزی نمی کنه. و اینا قصه آخر و مقابل آخر. آره این شیلو هست، کی داده کی گرفته. نه شما باید. نه خواهش میکنیم شما. بجون تو برسن شما باید باز کنیم. به خدا. نه نه. آقای شایسته نظرشون عوض شد. امیر نوری بیتراب. امیر نوری بکن. ها؟ بفهم. آقا من بیتراب. فکر میکنه خوتی زولبی هست. میگه نمی. اگه خوتی زولبی ها بود با میکنم. اولشو بگو با آخر چون خودمون حس بزنیم. نفر آخر رو بگیم که جناب آقای رضا داوود نژاد نفر چهارم. من سکته کردم چون من خود اسم خودم اول نمیزدم، بکرم تو رو بزنیم نگه. جناب آقای بیژن بنفشه خواهم سوم. تا اینجاش بین من شماست، میخواید نس نس همین الان نخونده؟ آقا میتونید با هم معامله کنید، اگه میخواید نس نس کنید دیگه نخونم نفر برنده رو. از اول ما که گفتیم همش به اکبر بود. خب چی شد نس نس؟ آقا یا بخونم؟ دو تو منش هم بدیرن قبول دارم. بخونم واقعا؟ بخون.
میخوای دومو بخون؟ دقیق نده، بخون، سکته کردی. اولو بخونم دیگه. جناب آقای اکبر عبدی، نفر دوم آقای فیروزه کریمی بوده. بچه کار نداره، ما میخوایم بریم مسافرت. میخوایم بریم مسافرت. به آقای کریمی هم بچه شده. بله. نمره ای که میدم به ایشون داده باشم به لحاظ زحماتی که برای این غذای خوب کشید، نمره 9 که من به آقای عبدی میدم. جا خوردم میدونی؟ ولی خوب خوندم نه روزه اولش دیگه نوشته اگر شما بودی جایده خالیه شما نیستی ولی تو رایده چه توشه کاری کردم آقا شب نسبه نسبه نگاه کن من که اولش گفتم که اون موقع من دارم میگم مثلا شما آقابلی کنید گفتم نسبه حالا نه میخواید همین پنجتا خودتون میگید اگر 500 تومن که دستی به سر بود قسط آخر رو نگرفتی شیربه رو 30 نفر رو گفتم اومدن حق داره نداره تو هم داری میسوزی از تب من